قبل از هر چیز اجازه میخوام که این سخنرانی رو به روان پاک پروفسور امین بنانی، استاد ممتاز کرسی ایرانشناسی دانشگاه لس آنجلس و صاحب آثار گرانقدر در تاریخ ادبیات و فرهنگ ایران که چند ماه پیش وفات کردن تقدیم بکنم. واقعا عشق به ایران و عشق به فرهنگ و ادب ما مایه جان ایشون و سرمایه وجودشون بود. همگی به یادشون هستیم. در کنفرانسی با عنوان کلید بازسازی ایران که به حضور گروهی از جامعه شناسان، حقوقدانان و متخصصان مسائل اجتماعی و تاریخی مزین است، ارتباط دادن عنوان کنفرانس با آتش یزدانی و فر ایزدی شاید اندکی شگفت به نظر رسد و این سوال پیش آید که چگونه آتش ایزدی و فر ایزدی می تواند در بازسازی ایران مؤثر افتد. واژه بازسازی در لحظه نخست تداعی کننده تلاش‌های برای ترمیم خرابی‌های ناشی از جنگ، عوارض زلزله و سیل و امثال آن هست. اما این کنفرانس نگاه ژرف‌تری به بازسازی دارد، همانا بازسازی فکری، معنوی و اخلاقی جامعه، زیرا خرابی‌های ناشی از انحطاط فکری، سردرگمی معنوی و بحران اخلاقی آنچنان در جامعه ایران فراگیر شده که اساس هویت و وحدت ملی ما را به بحرانی سخت کشانده است. برای ترمیم این خرابی ها و با توجه به ضرورت های تازه‌ای که جهان امروز با آن روبروست و نیز با فوریتی که رسیدگی به مسائل کشور ما داره، طبیعی بلکه ضروری است که دانشمندان ما از دیدگاه‌های مدرن امروزی به این مشکل بگذرند، نگاه بکنند و راه‌های پیشنهاد بکنند. اما در میان اینها یکی از مهمترین راهکارها به نظر بنده مطالعه تاریخ ایران، از جمله تاریخ دینی این کشور که میتونه کارساز باشه و میتونه به ما نشان بده که ادیان ما، یعنی دین‌هایی که از ایران برخواستن، در این زمینه چه میگویند. و در اینجا منظورم دو دین زردشتی است و دین بهائی. ایرانی به قول دکتر اسلامی ندوشن به هر کجا که برود یک کولبار تاریخ بر دوش دارد، خواه به آن آگاه باشد و خواه نباشد. ضمیر ناخودآگاه قومی در ایرانی بیدار و قوی است، زیرا حوادث پیوسته ای که بر این کشور گذشته مردمش را آب دیده تاریخ کرده است. شاید ریشه آن را باید در موقعیت جغرافی کشور خودمون پیدا کنیم که تاریخش را این موقعیت جغرافیایی طوری ساخته که لحظه ای آرام نداشته باشه. رنه گروسه، شرق‌شناس و معرف معروف، کتاب معروف امپراتوری صحرانشینان، در مورد ایران میگوید کمتر کشوری میتوان یافت که موقعیت جغرافیایی آن به این درجه بیانگر تاریخش باشد. به نظر من بسیار نظر درستی است. کشور ما کشوری است که بر سر راه شرق و غرب و هر جا قدرتی از هر جا راه میافتاده سر از ایران در می آورده و یا از اونجا گذر میکرده، به ویژه آنکه جاذبه های طبیعی کشور ما اون رو به چشم دیگران کشوری خواستنی می کرده. از این رو عجبی نیست که از بد و تاریخ این کشور دستخوش حمله و هجوم اقوام مختلف باشه. اما آنچه که موجب تعجب و حیرت مورخین و ایران شناسان است، راز بقای ایران و تداوم افکار و اعتقادات در این سرزمین می باشد. چگونه است که در 3000 سال گذشته ده ها کشور و ملت در تاریخ پدید آمدند و از بین رفتند، ولی هیچ چیز نتوانسته
ایران را با هزاران سال جنگ‌ها، شکست‌ها، کشتارها و هجوم‌ها از صحنه روزگار محو کند. ما بسی می‌بالیم که یکی از نخستین امپراتوری‌های جهان در ایران برپا شد، ولی به این حقیقت که کشورمان مهد یکی از نخستین دین‌های جهان یعنی دین زردشتی بود زیاد اعتنایی نداریم. تاریخ کنونی ما نیز در مورد تمدن و فرهنگ دین زردشتی نارساست. به آثار زردشتی به صورت متونی کهن و نیایشی نگاه می‌کنیم، حالان که با نگاه ژرف‌تری به این آثار شاید بتوانیم بخشی از تاریخ اجتماعی نیاکان خود را در زمان زردشت کشف کنیم و در مورد تاریخ امروز ایران به قضاوت بنشینیم. زردشت در سروده های خودگادها بارها و بارها از ستم و ظلم و تباهی که اطراف او را فرا گرفته می نالد و دشمنان راستی و پاکی را اهریمنان و دیوان می خواند، اصطلاحاتی که امروز هنوز در زبان ما رایج است. این حقیقت که زردشت روشنی حیات و هستی را در مقابل تاریکی دروغ و نیرنگ می گذارد و جهان را صحنه نبرد بین این دو نیرو یعنی نور و ظلمت می شناسد، خود نمودار مشکلات زمان او و نیز زمان ما نیز هست. می دانیم که دین زردشتی در دو سلسله مقتدر و دیرپای ایران یعنی هخامنشیان و ساسانیان دین رسمی بود و نه تنها آن، که این دین بر ادیان بزرگ دیگری که امروز می شناسیم مثل یهودی، مسیحی و اسلام تأثیر گذارد. با این همه وقتی به این پرسش می رسیم که چه عاملی موجب پایداری ایران و بقای حیاتش در تاریخ بشریت شد، با پاسخهای گوناگونی روبرو هستیم که کمتر رابطه با دیانت زردشتی دارد. برای رسیدن به پاسخی درست‌تر شاید بهتر باشد بپرسیم چه عاملی در دین زردشتی بود که در بقای ایران تأثیر گذاشت. من گمانم بر این است که راز این بقا و حضور ایران را در تاریخ باید در حکمت و اشراق کهن ایران جستجو نماییم. همین حکمت و اشراق است که می توان آن را روح ایران نامید، روحی که با ضمیر و خمیره هر ایرانی سر و کار دارد. به این موضوع بعداً خواهم پرداخت، ولی برای یافتن دلایل حضور همیشگی ایران در تاریخ اجازه می خواهم از میان همه حملات و هجوم‌ها که از زمان حمله اسکندر به ایران تا کنون کشور ما دستخوش آن بوده، به قدرتمندترین و مهمترین آن یعنی حمله اعراب و آمدن اسلام به ایران بپردازم و شیوه های پایداری روح ایران را در مقابل آن هجوم وابرسم. اعراب نه تنها ایران بلکه کشورهای دیگری چون سوریه، مصر و مناطق شمال افریقا را نیز فتح کردند. این کشورها در اندک مدتی دین و اعتقادات قدیمی خود را از دست دادند و زبان خود را نیز از یاد بردند و به رغم تمدن کهن خود به طور سریع جزئی از فرهنگ و تمدن عربی شدند و امروزه جزئی از جهان عرب به شمار می آیند. ایرانیان مسلمان شدند ولی عرب نشدند. هویت و زبان ملی خود را حفظ کردند و پس از مدتی سکوت به صورت عاملی مستقل، برجسته و متشخص در جهان اسلام قد علم کردند. به شهادت همگان آنچه از لحاظ فرهنگی، سیاسی و مهمتر از همه از جنبه دینی ایرانیان به تمدن اسلامی افزودند از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. بدین ترتیب اسلام جدیدی سر برافراشت که اسلام ایرانی و یا اسلام عجم نام گرفت.
همین اسلام بود که ایرانیان با خود به آسیای مرکزی، هندوستان، بعدها اندونزی و مالزی و از غرب به سرزمینی که امروز ترکیه مینامیم بردن. و نکته جالب این که هر جا ایرانیان اسلام رو با خودشون بردن، زبان و ممالک تغییر نکرد و زبان قدیمی خود را حفظ کردند. تمدن ایران، تمدن کهن ایران همراه با اسلام به این کشورها رسید و از طریق کشورگشایی‌های خلفای عثمانی تا قلب اروپا بست یافت. هزاران واژه فارسی در کشورهای بالکان، در زبانهای کشورهای مثل بوسنی و غیره و حتی اروپای غربی شاهد این نفوذ است. تفاوت ایران با دیگر کشورهای مثل عراق، سوریه و مصر که از بیخوبان عرب شدند در چه بود؟ پاسخهای گوناگونی به این سوال داده شده، از جمله به نظر برنارد لوئیس، اسلامشناس معاصر، یک دلیل این است که زبان آن کشورها آرامی و از ریشه زبان سامی بود که با زبان عربی همریشه است و به آسانی میتواند جایگزین آن شود. حال آنکه زبان ایرانی از ریشه هند و اروپایی است و جهش آن از این زبان به زبان سامی به این آسانی ها امکان پذیر نبود. این استدلال البته تا حدی درست است، ولی میبینیم زبان قبطی مصریان هم که آرامی نبود از بین رفت و اکنون فقط در مراسم دینی قبطیان مصر به کار میرود. حتی تمدن درخشان مصر نیز نتوانست با اسلام مقاومت کند. مصر عرب شد و تمدن آن فقط به صورت جاذبه توریستی و اشیاء عتیقه در موزه ها ادامه زندگی داد. دلیل دیگری که برای بقای روح و فرهنگ ایران می آورند آن است که می گویند تمدن کهن و قوی معمولاً بر تمدن زیر دست خود غالب می آید. به همین جهت تمدن درخشان ایران توانست بر تمدن اعراب بادیه نشین غالب شود. اما تمدن عراق و مصر و سوریه هم از تمدن اعراب بسی بالاتر بود و در مقابل آن تمدن تاب تحمل نیاورد و از بین رفت. از آغاز اعراب چون قرآن را کافی و پاسخگوی تمامی نیازهای بشری می دانستند، اعتنایی به دیگر مظاهر فرهنگ ایران نکردند. اما دیری نگذشت که به غنای فرهنگی و علمی ایرانیان پی بردند و مخصوصاً برای اداره این سرزمین وسیع و سازمان پیچیده اداری و مالی آن به ترجمه دفاتر دیوانی و دیگر کتاب‌ها از زبان پهلوی به عربی روی آوردند و آن هم بیشتر به دست ایرانیان. ایرانیان هم با قبول دین جدید اینک مانند مسلمانان سایر مراکز فرهنگی مثل بابل، بخشی از عراق امروزی، سوریه، افریقای شمالی و اسپانیا کوشش خود را وقف تحکیم اسلام و جوابگو نمودن آن به نیازهای روشنفکری و فقهی و حقوقی دانش آموختگان خاورمیانه نمودند. به جد تمام به آموختن زبان عربی پرداختند و در آن زبان تبحر یافتند. چیرگی ایرانیان در علوم و فنون و زبان عربی تا آنجا رسید که ابن خلدون، مورخ و جامعه شناس معروف عرب، در قرن 14 در کتاب معروف خود مقدمه بخشی را اختصاص به نفوذ علمی و ادبی و اجتماعی غیر عرب ها یعنی ایرانیان در اسلام داده. می نویسد حقیقت آن است که فقط با چند استثناء بیشتر پژوهندگان مسلمان چه در زمینه دینی چه در علوم و ادب و هنر عجم ها بودند. اگر پژوهنده ای عرب بوده باید بدانیم زبانش، تربیتش و تحصیلاتش
همه غیر عربی بوده است. سوای اینها دلبستگی شدید ایرانیان نسبت به میراث ملی و افتخارات گذشته که نیمه جوشان در بطن جامعه وجود داشت موجب می شد که ایرانیان رویاروی جریاناتی که می خواست ایران را یک دست اسلامی کند و به جرگه اعراب بکشاند ایستادگی کنند. از جمله کاتبان و دیوانیان ایرانی مخصوصاً در دوره‌ای که عصر طلایی اسلام نام دارد، یعنی از 749 تا 847 میلادی، به صورت روشنی تمایلات افتخارآمیز ملی خود را آشکار می‌ساختند. جاهز، دانشمند معروف عرب قرن دهم، بخشی طولانی از رساله خود را به سرزنش این کاتبان اختصاص داده و تصویری جالب و طنزآمیز از رفتار و منش پرغرور دبیران ایرانی دربار عباسیان نشان می دهد. از جمله می نویسد: همین که دبیر تازه کار در دستگاه خلافت بر سریر قدرت می نشیند، ابتدا با پرده ای خود را از مردم عادی جدا می کند، مرکبدان و قلم را جلوی خود می نهد و با پشتوانه خود از گفته‌ها و محفوظات و سخنان جذاب و دلنشین با بیانی شیوا و فصیح از گفتار نغز بزرگمهر و وصیت‌نامه اردشیر و سبک ادبی ابن مقفع سخن می‌گوید. کتاب مزدک را سرچشمه دانش و داستان‌های کلیله و دمنه را اسرار عقل و هوش می‌داند. اولین کارش حمله به مندرجات قرآن و رد تناقضات آن است. سپس چیرگی و درخشش خود را در سخن با رد حقایق تاریخی که از طریق احادیث به دست ما رسیده و ابطال نظریه راویان احادیث نشان می‌دهد. اگر کسی در حضور او از مقام والای صحابه پیامبر سخنگوید، روی ترش می کند. اگر از مناقب ایشان حرفی به میان آورد، روی بر می گرداند، ناگهان سخن را قطع می کند و سخن از سیاست اردشیر پاپکان، مهارت انوشیروان در اداره کشور و شیوه ستایش‌آمیز سازمان اداری ایران در زمان ساسانیان به میان می آورد. و اگر احتمالاً بخواهد آیه از قرآن و یا روایتی از سنت رسول بر زبان آرد، دندانهایش به هم قفل می شود و آب دهانش خشک می گردد. توجه داشته باشید، زمان زمانی است که فقط 100 سالی از آغاز اسلام گذشته، زبان عربی بر ایران چیره شده، دبیر در دربار خلیفه عباسی خدمت می کند و به زبان عربی به اعراب فخر می فروشد. هنوز باید 100 سال دیگر بگذرد تا پس از قریب 200 سال فرهنگ ایران که تقریباً 2 قرن در حالت تکوین به سر می برد در شرق و شمال شرق ایران سر برکشد. و این در زمانی بود که تمدن قدیمی عرب گرایش به سوی افول را آغاز کرده بود. فرهنگ ایران گسترش و تحول خود را در سلسله‌های بعدی که در ایران حکمروایی نمودند ادامه داد. این سلسله‌ها مخصوصاً غزنویان، سلجوقیان ایران و عراق و خوارزمشاهیان همگی از ترک زبانان جلگه‌های آسیای مرکزی بودند، اما جملگی فرهنگ و زبان ایران و سنن ادبی آن را یک پارچه پذیرفتند و به صورت حامیان و مروجان آن فرهنگ در آمدند. رشد و غنای زبان فارسی، خلق آثاری جاودان چون شاهنامه فردوسی را همراه داشت که چشمانداز جدیدی در مقابل ایرانیان گشود و افتخارات پیشین آنان را بار دیگر زنده کرد. صفحات شاهنامه سرشار از دلبستگی شدید به عقاید و آرمانهای ایران کهن و باستانی است.
شاهنامه ستون افتخار و هویت ملی ایران شد و موجب گردید که در طول قرن‌های پر استراب و طوفان‌زای آینده که کشور دستخوش حمله ترکان و مغولان و تاتارها شد، این هویت پا بر جا بماند. اما این سکه روی دیگری هم داشت. در زمان ظهور اسلام، ایران ساسانی به خاطر جنگ‌های طولانی با بیزانس، مالیات‌های هنگفت که سازمان‌های دینی و اشراف از آن معاف بودند و بی‌عدالتی‌های سطوح آور دربار و روحانیون به ضعف گراییده بود. اختلافات داخلی و رقابت‌های خاندان‌های بزرگ با یکدیگر سازمان اداری کشور را فلج ساخته بود و ایران آمادگی شورشی بزرگ داشت. آخرین پادشاهان ساسانی در ظاهری پر از زرق و برق، شکوه و درخشندگی مصنوعی به جهان خارج نشان می‌دادند. اشغال ایران به دست اعراب آن شکوه و جلال را در هم شکست و تو خالی بودن آن را نمایان ساخت. وضع دین زردشتی نیز بهتر از وضع دولت نبود. دینی بود فرسوده، پر از مراسم مذهبی سنگین و طولانی و مقررات سخت و جانفرسا که پیروان آن را از گوشیدن چشم در صبحگاه تا شبانگاه هنگام خواب زیر نفوذ خود داشت. ایران در چنین شرایطی به دست اعراب افتاد. در این جنگ اردوهای سربازان عرب از انبوه اسرای ایرانی انباشته شد و سیل اسیران ایرانی و غنایم از پول و طلا و جواهرات به شهر مدینه که اسرا و غنایم از آنجا تقسیم می‌شد سرازیر گشت. از آن سو برای اسکان اسلام در ایران صدها خانواده عرب به ایران کوچ داده شدند و در نقاط مختلف ایران مسکن گزیدند. رفتار عربان با مسلمانان، با ایرانیانی که مسلمان نشده بودند، رفتاری تحقیرآمیز بود. سوای کشتارهای فراوان از مردم عادی ایران که گاه به خاطر انتقام مقاومت نظامی با عربان صورت می گرفت، فاتحین ایران برای یکسره کردن سیطره اسلام در این کشور روش‌های گوناگونی در پیش گرفتند، مثل محروم کردن غیر مسلمین از کارهای عمومی، محرومیت ایشان از ارث و تعلق گرفتن ارث آنها به فردی مسلمان از خانواده‌شون و سوای آن مردمی که علیه غیر مسلمین جنایت یا ستم می‌کردند رفتارشان بدون مجازات می‌ماند و یا مجازات اندکی می‌دید. در آن زمان بود که عده‌ای طاقت تأخیر نیافتند و به هندوستان پناه بردند. می‌بینید که تاریخ داره چطور تکرار میشه. قرن‌ها حکومت خلفای دمشق و بغداد بر امپراتوری ایران تمامی جنبه‌های زندگی ایرانیان را دستخوش تحولات فراوان کرد. کتاب‌ها که به زبان پهلوی بود، اینک به خاطر ناشناس ماندن خط قابل فهم نبود و به کناری افتاد. در نتیجه رشته ارتباطی مهمی با ایران گذشته بریده شد. ایران هرچه بیشتر به مدار اسلام کشانده شد و تکه تکه گشت و در هر گوشه حاکمانی بیشتر از ترکان و مغولان در آن به حکومت پرداختند. این هجوم و ایلغارها که تزلزل سیاسی و اجتماعی ایران را در پی داشت، در رفتار و شیوه تفکر ایرانیان تأثیر منفی گذاشت که تا امروز سبب عقب ماندگی ما شناخته می شود و جامعه از آن رنج می برد. خاطره تلخ نابودی امپراتوری ایران به دست لشکر عرب چیزی نبود که بتواند در طی یک قرن و دو قرن و یا حتی 10 قرن و 14 قرن از یاد ایرانیان برود. مورخ و متکلم مشهور مسلمان
ابن حزم می نویسد ایرانیان بر اثر وسعت کشور و تسلط بر همه اقوام و ملل از حیث عظمت و قدرت به منزلتی بودند که خود را آزادگان و دیگران را بندگان می خواندند. وقتی که دولتشان به دست عربان سپری گشت، چون عرب را پست‌ترین مردم می شماردند، کار بر ایشان سخت گشت و درد و اندوه آنها دوچندان شد. از این رو بارها سر برآوردند که مگر با جنگ و ستیز خود را از چنگ اسلام رهایی بخشند. این جنگ ها و سر برآوردن ها با شکست روبرو شد. نتیجه آن که به قول دکتر خالقی مطلق شاهنامه شناس معاصر، ایرانیان صدها سال است که در ساختن فرهنگی به نام فرهنگ اسلامی شهرت یافتند. با این حال ایرانی مانند کودکی است که در دامان نامادری خود خواب مادر اصلی خود را می‌بیند و 1400 سال است که در یک برزخ و نگرانی به سر می‌برد. آن همه تحولات فراوان تاریخی و سیاسی موجب شد که بخشی از روح ایران در تسخیر اسلام و بخش دیگر در حال و هوای فرهنگ باستان ایران باشد. به تدریج ایرانیان کولهباری غنی از نهادها و مفاهیم ایرانی و زردشتی با خود به اسلام آوردند. این تحول بیشتر از طریق مذهب شیعه انجام گرفت. مذهب شیعه نیز مانند خود اسلام توسط اعراب به ایران آورده شد و تا سالیان دراز نخستین شیعه ها همگی عرب بودند. شهر قم که دژ محکم شیعیان است، اصولا توسط اعراب در محلی خشک و گرم که شبیه عربستان بود ساخته شد و ساکنان آن جملگی عرب بودند. میبایست مدت ها بگذرد تا مذهب شیعه توسط صفویان که خود قومی ترک زبان بودند در ایران سنی مذهب رواج یابد. سلسله صفویه بود که استقلال و یک پارچگی سیاسی ایران را علی‌رغم چند گونگی و تنوع قومی و زبانی تضمین نمود و مرزهای ایران را تقریبا در همین مرزهای کنونی تحکیم کرد. شاهان صفوی علمای شیعه را بران گماردند که اصول و احکام مذهب شیعه را که از مذهب سنی متفاوت بود تدوین کنند. در نتیجه تعداد بیشماری احادیث و روایات از قول پیامبر یا امامان وارد اعتقادات شیعه شد و از طریق همین روایات بخشی از نهادها و باورهای زردشتی که هنوز در جامعه باقی بود مهر اسلامی خورد. شیعی صفوی به طور مشخص شیعی ایرانی است، اما با ورود این اعتقادات مقدار زیادی خرافات و اوهام و باورهای غیر عقلانی نیز به اعتقادات شیعیان راه یافت که حاصل آن سقوط فکری و اخلاقی جامعه ایرانی بود. زمینه این سقوط اخلاقی از اواخر دوره ساسانیان شروع شده بود. قرنها سیطره عرب آن را شتاب بخشید و روحانیون شیعی صفوی و جانشینان آنان در دوران قاجاریه و بعد در حکومت اسلامی هرچه بیشتر آن را در زندگی ایرانیان بس دادند. اما آنچه که مورد بحث ماست، چگونگی و وسعت نفوذ اعتقادات زردشتی در شیعه اسلام است. پروفسور دارمستتر فرانسوی می نویسد اسلامی که در ایران مورد عمل است اصلا اسلام نیست، بلکه دین کهن ایران است که در لباس اسلامی پیچیده شده است. وی در ادامه می نویسد برای توده مردم ایران هیچ چیز عوض نشده بود، نه در آسمان ها و بهشت، نه در روی زمین و نه در قعر جهنم. آنچه می بایست بیاموزند دو نام الله و محمد و گفتن اشهد
اقرار به وحدانیت خدا و پیامبری محمد بود که جایگزین دعای 21 هجایی اهونور زردشتی میشد. بدین جهت است که ایرانی نه مسلمان واقعی است و نه زردشتی. اسلام عرب را فقط با رنگ و بوی ایرانی آن میتواند بر خود هموار کند. هم نوروز و مهرگان را جشن میگیرد و هم 15 شعبان تولد قائم موعود را. نوادگان همان اعرابی را که کشورش را فتح کردند و اسلام برش آوردند سید یعنی آقا می نامد و بر مزارشان امامزاده می سازد. در این حال پس از 1400 سال اعراب را حقیر می شمارد و دلخون است که چرا زمانی ایران از اعراب شکست خورده است. نوروز را باید در تخت جمشید بگذراند و شب قدر را که به اعتباری قرآن در آن نازل شده در نجف و کربلا. گردنبند زردشتی فراوهر بر گردن می اندازد و با همان گردنبند روز عاشورا سینه می زند. نام عربی حسن و تقی و عباس و محمد بر خود و فرزندان دارد ولی خروش بر می آورد که چرا خلیج فارس را خلیج عربی می گویند. با این حال ایرانی با دین کهن کشور خیش زردشتی آنچنان بیگانه است که حتی نمی‌داند برخی مبانی عبادی و عقیدتی آن مثل نماز و اعتقاد به روز آخرت و پل صراط و بهشت و دوزخ و اعتقاد به ظهور نجات بخش همه به احتمال فراوان از زردشتی و مانوی در اسلام راه یافته. اسلامی هم که خود را به آن پایبند می‌داند همسایگان سنی او قبول ندارند و آن را اسلام مجوسی می‌خوانند. با تأسف باید گفت که ایرانی فرایند ترس و تقیه نیز هست. او همیشه چیزی برای پنهان کردن داشته، چون به پیرامون خود اعتقاد ندارد و اعتماد ندارد و از آن می‌ترسد. او حتی با خود هم پنهانکاری می‌کند. مارگزیده ایست که در هر دوران و بارها زهر تلخ ناکامی به کامش ریختند. با تمام این تناقضات آنچه این ملت و تمدن او را محو نکرد به نظر بنده سه عامل است. یکی سربرآوردن زبان فارسی و انواع هنرهای ظریفه و شعر که آن را فرهنگ پارسی پرشنت کالچر می نامند و حوزه وسیعی از جهان اسلام را زیر نفوذ خود دارد. دوم همین آنارشیست و آشفتگی است که در مذهب او دیده می شود و با این ملغمه ای از باورهای زردشتی و اسلامی به اعرابی که می خواستند اسلام عربی بر او تحمیل کنند دهنکجی می کند. و سوم برخی مبانی اخلاقی و اعتقادی دین زردشتی از جمله اعتقادکی به شعار گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک که حتی این بعضی ها این رو قاب می کنند و در منازل و دکان خود می آویزند و دیگر اعتقاد بسیار محکمتری به ظهور قائم موعود که در دین زردشتی به عنوان نجات بخش یا موعود زردشتیان به نام هوشیدر یا سوشیانس بر ظهورش تأکید می شود. اعتقاد به ظهور موعود نجات بخش در طی قرنها از دین زردشتی به ادیان یهودی، مسیحی و اسلام راه یافت و به صورت قائم موعود که در آخر زمان باید ظاهر شود وارد مذهب شیعه گردید. این اعتقاد به ما ایرانیان نیروی داد که امید را از دست ندهیم، زیرا به زودی قائم ظهور می کند و جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد. این امید موجب شد که با هر ظالم خونخاری که به کشور چیره شد به ظاهر بسازیم و در باطن کوشش کنیم به نیروی فرهنگ غنی ایران او را در جامعه خود درآریم و باز چشم به راه باشیم که کی قائم ظاهر خواهد شد. این امید را چنانچه تاریخ شاهدان است قرنهاست زنده نگاه داشته ایم و از قول شاعر به خود دلداری می دهیم که مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید،
از غم هجر مکن ناله و فریاد که من زده ام فالی و فریاد رسی می آید. از آنجا که پایگاه بهایی در زمینه ظهور موعود تفکری کاملا انقلابی است که در این حال با ترقی و تعالی ایران پیوستگی دارد، اجازه می خواهم برداشت خود را از این پدیده که با مطالعه متون زردشتی و بهایی به دست آمده و نخستین بار آن را 2 سال پیش در کنفرانسی در آلمان مطرح کردم، این بار اینجا به طور خیلی خلاصه با شما در میان بنهم. این امر یعنی آمدن موعود هم در خرافات و اساطیر زردشتی مورد تحریف قرار گرفت و هم قرنهاست توسط روحانیون دوره صفوی به بعد به طور کاملا غیر واقعی و کج و موج تبلیغ شده و می شود. حال ببینیم حقیقت ظهور سویوشانس یا موعود در ظهور زردشتی چه بود. زردشت در سروده های خودگاد ها از آتش به عنوان عنصری آسمانی و ایزدی نام می برد و می گوید آتش نیرو و قدرتی اسیری و جادویی و طبیعتی درخشان و رخشنده دارد. آتش فرزند اهورمزداست. در اعتقادات زردشتی تمام مظاهر طبیعت و صفات اینها به صورت انسان در میاد، به صورت شخص در میاد. یعنی در زردشتی نمیگویند که آتش چیست، میگویند آتش کیست. آتش فرزند اهورمزداست و این آتش یکی از الهه ها یا خدایان زردشتی است که با الهه دیگری به نام راستی همزاد و توامان است. ببینید صفت راستگویی را هم دیانت زردشتی یک نوع انسان یا شخصیت بهش دادیم. خورشید نمادی از آتش ایزدی است. از آن نور، گرمی و زندگی می‌تراود. می‌تونید این اسلاید رو عوض بفرمایید. و جهان هستی را به کنش و حرکت می‌اندازد. از آتش است که فر یا آنطور که در زبان پهلوی تلفظ می‌شود خوارنا به معنای نور ایزدی، شکوه یزدانی، جلال خداوندی ظاهر می‌گردد و نقش بزرگی در زندگی آدمیان ایفا می‌کند. فر ایزدی پیشرفت، خرمی، آبادانی، افزونی و رفاه انسان‌ها را موجب می‌شود. همان کاری که ما از موعود و یا قائم یا سوشیانس انتظار داریم. این معنا کاملا از یشت 6 اوستا که خورشید یشت نام دارد واضح است. از خورشید یشت اوستا: خورشید جاودانه شکوهمند تیز عصر را می ستایم. هنگامی که خورشید فروغ بیفشاند و تابان شود، هنگامی که خورشید بدرخشد، صدها و هزارها ایزد مینوی برخیزند و این فر را فراهم آورند و فرو فرستند. آنان این فر را بر زمین اهورا آفریده، زمینی که اهورامزدا آفریده، پخش کنند. از برای افزایش جهان راستی و افزایش وجود و هستی. افزایش به معنی در زبان پهلوی به معنی روزبهی، خوشبختی، شادی است. بنابراین می‌بینید که خورشید و نور زایش می‌کنه چی رو؟ فر ایزدی رو، و به جهان فر ایزدی رو می‌فرسته. در واقع فر ایزدی همون جلال و بزرگی اهورامزدا است که در ایران باستان اهمیت زیادی داشت. پادشاهانی که کشورشان سرشار از نعمت و رفاه و شادی بود از فر ایزدی بهره داشتند. نشانه های فر رو میتونیم در سنگ نوشته های ساسانی و تصاویر باقی مانده از آن زمان به صورت هاله یا شمسه نور و یا به صورت
نمادهای دیگه ببینیم. مثلا ملاحظه فرمایید اینجا تصویری است از تاجگذاری اردشیر اول در نقش رستم که دیهیم سلطنتی رو از روح داریوش دریافت میکنه. پشت سر پادشاه اهورامزدا ایستاده و دیهیم دیگر رو به نشانه فر بالای سر شاه نگه داشته. تصویر بعدی تاجگذاری اردشیر دوم توسط اهورامزدا سمت راست و الهه مهر میترا سمت چپ، که مهر میبینید روی گل لوتوس ایستاده و لوتوس نمای فر ایزدی است، یعنی مهر از فر ایزدی نشأت میگیره و بالا سر پادشاه اشعه است، خورشید هست باز به نشانه فر ایزدی. این از تخت جمشیده. این سمت چپ ملاحظه میفرمایید حجاری گلهای نیلوفر و همچنین اینجا میبینید اون پایین گلهای نیلوفر رو چطور حجاری کردن. گل نیلوفر به عنوان نقش و نهاد پاکی و صداقت هست. یکی دیگر از نمادهای فر شاهینه، عقاب بلند پروازی که در اوج آسمان هاست و نشانه قدرته. در شاهنامه فردوسی مکرر از تابش فر به صورت نور از چهره پادشاهان سخن رفته. مثلا در مورد کیومرث میگوید همی تافت زو فر شاهنشهی چو ماه دو هفته ز سرو سهی. پادشاهانی که عادل بودند، دانا بودند، مملکتشون در رفاه بوده، اینها از فر ایزدی بهره داشتند. در یکی از یشت‌های اوستا به اسم فر کیانی میگوید که هنگامی که از پادشاهان پیشدادی یاد میکنه میگوید که پس از روزگار کیگشتاس دیگر فر از آن کسی نشد، اما اهورامزدا آن را تا دامنه رستاخیز برای ایرانیان نگاه دارد. سوشیانس موعود زردشتی از آن فر بهره گیرد و گیتی را پر از راستی و داد فرماید. بر اساس آخرت شناسی زردشتی این فر یا نور در پایان جهان با نماد راستی به نام عشا به صورت یک انسانی ظاهر خواهد شد. میدونید در اساطیر زردشتی افسانه و خرافات راجع به ظهور سوشیانس میگویند که باید از نطفه زردشت در دریاچه‌ای در سیستان باشه که دختر باکره‌ای بره اونجا و از تخمه زردشت حامله بشه و از سوشیانس به وجود بیاد، و حال اینکه نمادش نماد راستی است به صورت انسانی در آخر جهان ظاهر خواهد شد. کلمه خوارنا یا فر توسط دانشمندان صدر اسلام و آنان که آثار زبان پهلوی رو به عربی ترجمه کردند به کلمه باها یا نور ترجمه شده. متاسفانه وقت آن نیست که بنده بخواهم مفاهیم کلمه بها رو در آثار اشراقیون ایران مثل سهروردی و ملا صدرا و یا آثار حضرت باب ذکر بکنم. مجملا باید گفت که کلمه بها در فر ایزدی در واقع مرتبط است با نام بهاءالله که ترجمه فارسی آن درست می شود فر ایزدی، نور خداوندی. فلسفه نور و اشراق به نحو شدیدی در آثار بهایی انعکاس یافته، بدین معنی که در بسیاری از آثار حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبها از نمادهایی مثل آتش، خورشید به معنی شمس حقیقت، حقیقت الهی و منبع حیات و زندگی
و نور یاد گردیده. به خواندن دو مثال کوچک، اولی از حضرت بهاءالله و دومی از حضرت عبدالبها اکتفا میکنم. بیان حضرت بهاءالله است: روز روز فیروز است و تابش تابش آفتاب گیتی افروز و آتش آتش جهانسوز. آتشی که همه پرتو است نه دود، یزدانی است نه کیهانی، آسمانی است نه زمینی. تابشش جان بخشد نه جان گیرد، بر هر چیز بیفزاید نه بکاهد. این مهر سپر نشانه آن آفتاب است و این آتش، اشاره به دیانت خودشون، نشانی از آن آذر جهانتاب. و بیانی از حضرت عبدالبها می‌فرمایند که شمس حقیقت از افق موسوی اشراق کرد و فیض نامتناهی بخشید. بعد از آن نقطه غروب نمود، از افق عیسوی اشراق کرد و به فیوضات ابدی جهان را مهتابان نمود. ببینید، گفتگو از یک خورشیده، یک شمس که از افقهای گوناگون با نامهای مختلف طلوع میکنه. پس از او از مطلع محمدی اشراق نمود و عالم امکان را منور نمود، و پس از او مطلع نقطه اولا طلوع کرد و عالم وجود را به بشارت کبرا زنده نمود. حال نیر اعظم کوکب ملأ اعلی از افق موهبت کبرا، حضرت بهاءالله نهایت اشراق بر آفاق فرمود. بدین ترتیب می‌بینیم که این دو ایر دین ایرانی با یک تفکر به آتش یزدانی و فر ایزدی پرداختند. زردشت در خورشیدیش از صدها و هزارها ایزد مینوی که فر رو بر زمین می‌ریزند، در جلوی خورشید عرضه می‌کنند، گفتگو می‌کنه و آثار بهایی به نحو دیگری این فکر رو دنبال می‌کنه، با این تفاوت که منظور از خورشید در واقع پیامبران الهی هستند که در هر عصر و زمان به مقتضای نیازهای زمانه ظاهر می‌شد. دیدیم که نام بهاءالله مساوی است با فر ایزدی. بنابراین کلمه بهایی به عنوان اسم معنیش، معنی فارسیش خواهد بود دین فر ایزدی، و به عنوان صفت وقتی میگویند کسی بهایی است، یعنی کسی است که برخوردار از فر ایزدی است. و کلمه الله ابها که همون کلمه بهاءالله است که ما در به جای درود و سلام به کار میبریم، در واقع هست فر ایزدی بر تو باد. و نمیخوام ریشه های زردشتی و ایرانی دین بهایی رو نشان بدم، که ما کوشش کنیم و سعی کنیم تکیه‌مون بیشتر بر نشان دادن این ریشه های اصیل ایرانی باشه تا اینقدر به ما تهمت بیگانه و تهمت غیر ایرانی نزنن. و بنده پیشنهاد میکنم دوستان عزیز، این مطلب فر و فر ایزدی رو که با نام بها و بهایی مرادف هست، با دوستان غیر بهاییشون واقعا در میان بگذارن که یک پادزهری باشه در مقابل اهریمنی ساختن کلمه بهایی توسط ملاها که ما رو صهیونیست و جاسوس و خدا میدونه چیزهای دیگر میرانه، و نشان بدیم که این دین یادگاری است از فرهنگ پرشکوه باستانی ایران. به سان شاهان ساسانی که نماد فر رو در کتیبه ها و ساختمان ها به کار می بردن، می بینیم که نمادهای فر یعنی نور و شاهین و گل لوتوس در معماری بهایی در ساختمان های بهایی دیده میشه، بدون اینکه صریحا اشاره باشه اینها نماد فر ایزدی است. شاهین که یکی از مجسمه‌های شاهین که به تعداد فراوان در باغ‌های مقام اعلی در عکا و در حیفا ملاحظه می‌فرمایید.
معبد بهایی لوتوس، گل نیلوفر به عنوان فر ایزدی، حتی آنکه مهندس و آرشیتکت عالی مقام این معبد بفرمایند که این نشانه ملت هند هست، درسته، کاملا اینطوره، ولی در واقع ایشون ملهم بودند که نشانه فر ایزدی رو که نشانه دین بهایی است در این معبد تجلی بدهند. و ببینید که چقدر نور در آثار بهایی و در مقام اعلی و یا همین معبد هند مهم هست. تشابه دیگری که بین آثار زردشتی و بهایی هست، نحوه رساندن اجتماع و کشور به مرحله شکوفایی و عظمت و جلال است که همانا کلید بازسازی ایران به شمار می رود. بر اساس متون زردشتی، فر فقط مخصوص پادشاهان و برگزیدگان نیست. فر موهبت ایزدی است که همه کس، هر انسانی میتونه از او برخوردار بشه. در یکی از آثار پهلوی آمده است: فره هر کس، فر هر کس کاری است که او برای پیشرفت خلقت انجام دهد و میزان فره او برابر با کوشش او در بکار بردن نیروی نهفته در ذات اوست. ببینید چقدر انسان رو به کار و عمل و کار نیک دعوت می کند. هرچه انسان بیشتر برای پیشرفت جهان و طبیعت کوشش کند، فره او افزونی می گیرد. و هرچه کمتر بکوشد، فره او کاستی خواهد گرفت. همین تفکر رو در آثار بهایی می بینیم. بنده فقط یک مثال از بیانات حضرت بهاءالله خدمتون عرضه می دارم اینجا. آفریننده یکتا مردم را یکسان آفریده و او را بر همه آفریدگان بزرگی داده. پس بلندی و پستی و بیشی و کمی بسته به کوشش اوست. هر که بیشتر کوشد بیشتر رود. امیدواریم که از زمین دل به یاری باری ژاله بخشش لاله دانش بروید. ببینید هر دو دین میگویند انسان است که باید کار کند، انسان است که باید جهان رو عوض بکند. و این فر چیست؟ ما چطور میتونیم فر رو، کار نیک رو بکنیم؟ به چند اثر کوچک اشاره میکنم از بیانات حضرت بهاءالله. جمیع از برای اصلاح عالم خلق شدند. از کاهلی و تنبلی اجتناب کنید. عیناً از آثار زردشتی گویی الهام گرفته شده. به آنچه که به نوع بشر از کوچک و بزرگ و شریف و وضیع فایده میرساند متمسک شوید. روش و سلوکی نمایید که مانند آفتاب از سایر نفوس ممتاز شوید. ترویج علوم و معارف نمایید. اطفال را در مهد فضائل بپرورید. از هر علم مفیدی بهره‌مند نمایید و از هر صنایع بدی نصیب بخشید. به عبارت دیگر دوستان عزیز، سوشیانسی که زردشت وعده داده و قائمی که امروز مردم ما منتظرش هستند، با آمدن خود فر ایزدی را به صورت تعالیمش به جهان عرضه میکنه تا هر انسانی از اون بهره بگیره و بتونه فر نهفته در وجود خودش رو پرورش بده. در نتیجه کسانی که باید در حل مشکلات ایران و جهان بکوشند کسی دیگری نیست جز یکیه که ما انسانها، نه اینکه دستی از غیب برون آید و کاری بکند. داستان سوشیانس و قائم همان داستان سیمرغ عطار است که مرغان به راهبری هدهد برای یافتن او رنج‌ها کشیدند و تجربه‌ها اندوختند و سرانجام آن را در نفس خود یافتند. ظهور حضرت باب و ادعای قائمیت ایشان و نیز ظهور حضرت بهاءالله بسیار از تفکر موعود و مهدی در ادیان گذشته
فراتر رفته است. در اینجا گفتگو از پایان یک جهان پرگناه نامقدس و آغاز جهانی مقدس و پاک که با ظهور مهدی شروع می شود در میان نیست، بلکه این معاد شناسی به یک رستاخیز یا قیامت پیوسته و جاودان تبدیل شده که نه آغاز ملکوت آسمانی بلکه آغاز تاریخ انسان و انسان مداری است. تاریخی است بدون بهشت و دوزخ، تاریخی که فقط یک راه پیشنهاد می کند و آن تغییر از پایه، تغییر انسانها و تغییر جهان بینی آنهاست. خیلی سپاسگزارم. فر ایزدی یار همگی شما باد. خیلی ممنون. دوستان عزیز خیلی متشکرم. من وقت شما رو خیلی گرفتم و 5-6 دقیقه از وقتم گذشته. فقط اینجا میخوام اجازه هم گرفتم از ناظم محترم توجهتون رو جلب کنم به این چند کتاب خیلی واقعا جالبی که برای دوستان غیر بهایی ما خیلی مهمه، در این مجموعه دین و اجتماع در ایران در آمده. یکی هم کتاب 160 سال هست که اکثرا باش آشنا هستید، کتاب بهایان ایران هست که مجموعه 11 مقاله توسط 11 تن از اساتید ایرانی بهایی و غیر بهایی است. کتاب بسیار مهمتر دیگر اسناد بهایان ایران است، از سال 1320 تا پایان 33 در دوران سلطنت محمد رضا شاه پهلوی، که ببینید چقدر بهایی ها مورد آزار بودند و چگونه حکومت شاه دست ملاها رو در آزار بهاییان آزاد گذاشته. اسناد دولتی صحیح و مسلم بدونید نام یکی از بستگانتون در یکی از شهرها و دعات رو در این کتاب پیدا میکنید. و کتاب رستاخیز پنهان که روابط روشنفکری ایران و جامعه بهایی و روشنفکران ایران رو بحث میکنه و نفوذ تعالیم بهایی رو در مدرنیسم و تجدد ایران بحث میکنه. و کتابی که چند دو هفته پیش منتشر شد و خوشبختانه به این کنفرانس رسیده، کتاب مدارس فراموش شده است به قلم سولی شاهور. ایشون استاد ایران شناسی دانشگاه حیفا هستند و این اولین کتابی است که 50 مدرسه بهایی رو که در زمان قاجار تأسیس شد و جز بهترین مدارس ایران بود و در زمان رضا شاه بسته شد مورد بحث قرار میده. نه تنها اون، تاریخچه تعلیم تربیت در ایران، مدارس میسیونرهای خارجی و مذهبی، و به این سوال میپردازه که چرا در زمان قاجار مظفرالدین شاه قاجار میاد و اجازه میده مدارس بهایی تأسیس بشه و پادشاه اصلاح طلبی مثل رضا شاه میاد و دستور میده این مدارس تعطیل بشه. نام تمام مدارس با عکس‌های متعدد با نام تمام خادمان و خدمتگزاران در حدود 500-600 صفحه در این کتاب آمده. این کتاب بهترین معرف کوشش بهائیان برای ترویج فرهنگ و سواد آموزی در ایران